بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سبا عزیز باید ادامه لکچر قبلی ما شما که ما سر حجره عصبی صحبت کردیم، امروز سر خون صحبت میکنیم. خب بلاد ان انترنال انوایرمنت، قبل از اینکه ما مختصر خون بپردازیم، ما یک عنوان عمومی را میخوانیم به نام خون و محیط داخلی بدن ما شما. خب ما خون تحت عنوان بادی فلوید مطالعه میکنیم. اول طور میگم که the total amount of fluid in the body is called body fluid. مجموعی از مایعاتی که در بدن ما شما داخل قرار داره این ما به نام body fluid میگیم. در مجموع body fluid it includes water and other elements که شامل ای body fluids هم آب شامل می باشه و دیگر عناصر مهمی که در داخل آب می باشه. خب body fluid ما به طور عموم به دو سه تقسیم میکنیم، یکی intracellular fluid مایعاتی که در داخل حجرات می باشد که را به نام ICF میگه، البته این حالت مختصرش بسیار استفاده میشه، یعنی زیاد تو گفته نمیشه که intracellular fluid ICF گفته میشه، و دوم extracellular fluid یا مایعات خارج الحجروی که به نام ECF یاد میشن، البته ECF مخفف extracellular fluid می باشد. خب باز extracellular fluid شامل پلازما می باشد، پلازما و همچنان interstitial fluid. پلازما مایعی که در داخل اویه می باشه و انترستیشل فلوید مایعاتی که در فاصل بین الحجروی یا فاصل بین الخلالی می باشه استفاده می شه. خب در شکل شما می بینین ای در مجموع با توتال باڈی فلوید است، توتال باڈی واتر که 65% از ای خارج در داخل حجرات می باشه، یک سل ممبران است، صحیح؟ ای انتراسلولر فلوید یا انتراسلولر فلوید کمپارتمنت می باشه، و یه قسمتی را که میبینیم ای اکستراسلولر فلوید میباشه که تقریبا 35% میباشه. خب اکستراسلولر فلوید یا اکستراسلولر کمپارتمنت یا قسمت بیرونی را ما باز با 1, 2, 3, 4 پر بخش تقسیم میکنیم. این قسمتی را که شما میبینید یک اندازه بزرگتر است. خب ای انترستیشل فلوید است یا مایعات بین الحجروی میباشه یا بین الخلالی میباشه. این قسمت را که میبینیم ای پلازماست، پلازما را بعدا مکمل میشناسیم، قسمت مایع خونم میگه، و این قسمت خورتر را که میبینین این قسمت به نام لنف یاد میکنه. خب از جمع مایعات خارج الحجروی ما یک قسمت خاص را به نام سریبرو سپاینل و همچنان ساینوویل و همچنان سیریس فلویدز هم یاد میکنیم، یعنی او مایعی که در داخل نخای شوکی میباشه، او مایعی که در داخل مفاصل میباشه، و همچنان سیریس فلوید یا مایع مسلی که افرازات غدوات اگزوکراینی می باشه، یا قسمت کوچک از مایعات خارج الحجروی را تعیین می کنه. لیکن مهمی که ما در مجموع مایعات بدن به مایعات داخل الحجروی و خارج الحجروی تقسیم بندی می کنیم. داخل الحجروی تقریبا تا 65% و خارج الحجروی تا تقریبا 35% می باشه. خب در مقدمه دکتر سبا ما خون مطالعه میکنیم. خون یکی از اشکال خصوصی این است که منظم میباشم، البته در استولوژی شما تقسیم بندی کرده بودیم، یکی نسج منظم عادی است، یکی نسج منظم خصوصی است. خون یکی از اشکال خصوصی نسج منظم است، وظایف مختلف را انجام میده، از قبیل وظایف انتقالی، وظایف تنظیمی، وظایف ذخیروی، وظایف دفاعی و همچنین وظایف دیگری را در مجموع خون انجام میده که بعدا سرش بحث میکنیم. خب بلاد وقتی که ما از خون نام میبریم، خون شامل دو قسمت میباشه، یکی پلازما که قسمت مایع خون میباشه، و دوم سلز یا قسمت حجروی خون میباشه. یعنی خون شامل پلازما و خون شامل حجرات میباشه. خب حجرات خون شامل RBC، حجرات سرخ خون WBC، حجرات سفید یا حجرات دفاعی خون و همچنان پلاتلیتس یا صفحات دمویه می باشه. خب البته عینی چیزی را که ما قبلا خوندیم و گفت است که composition of the blood، ترکیب خون، it's made up of plasma and blood cells، خون ساخته شده از پلازما و از حجرات خون. این حجرات خون شامل RBC یا اریتروسایت می باشه، WBC یا لیکوسایت می باشه، پلاتلیتس یا حجرات دمویه می باشن، صفحات دمویه، و پلازما شامل پروتینز می باشن، نیوترینتس، مواد غذایی، فرزند کربوهیدرات، قند گپا می باشن، کربوهیدرات، شحمیات، ویست،
ماتریال می باشه، مواد زایشده استقلابی می باشه که از انساج در انساج تولید میشه، بالاخره ذریعه خون به اعضای اطراحی انتقال میشه. دیسالت گیسز، گازات منحله در خون می باشه، فرزند کربن دی اکساید، اکسیژن، همچنان الکترولایت ها می باشه، سودیم، پوتاشیم، مگنیزیم یا می باشه. خب در این شکل دکتر سبا شما میبینین یک ماشین است، ماشین سنترفیوژ است، خون سنترفیوژ میکنه. در این قسمت که شما میبینین قسمت بالا را، در این قسمت، این قسمت پلازمایی خون میباشه که تقریبا 55% میباشه، و این قسمت پایینی را که میبینین این قسمت قسمت حجروی تعیین کرده، و در قسمت حجروی در بالای سر قسمت حجروی یک خطک سفید معلوم میشه. این خطک سفید تقریبا این به حجرات سفید خون و همچنان صفحیات دمویه باشه که تقریبا تا 1% یا از 1% کمتر از تمام خون تعیین میکنه، لیکن از این پایین تا این قسمت که میبینین که تقریبا تا 45% میباشه، این عبارت از RBC است. پس به این خاطر ما میگیم که در مجموع از 100% خون ما شما و 55%، حتی تو میگیم که 54% پلازما تعیین میکنه، 1% حجرات سفید خون و پلاتلتس تعیین میکنه، و تقریبا تا 45% RBC یا حجرات سرخ خون میباشه. حجرات یاد این شکل شما ببینین، این قسمت این پلازماست، این خط سفید را که میبینین یک قسمت، یک طبقه خط سفید است، این طبقه حجرات سفید خون همچنان صفحات دمویه میباشه، و این پایینی قسمت را که میبینین تقریبا 45% از این تیوب تعیین میکنه، این حجرات سرخ خون می باشه. از این خاطر ما میگیم که پس آن می هماتوکریت عبارت از فیصدی RBC در خون می باشه که 45% می باشه. خب در مجموع اگر ما سر خصوصیات خون صحبت کنیم، رنگ خون دکتر سبا سرخ است به نسبت از این که خون دارای هموگلوبین می باشه در داخل حجرات سرخ خون. از این خاطر هموگلوبین دارای سر رنگ سرخ است، پس خون دارای رنگ سرخ. خب خون شریانی نسبت به خون وریدی، خون شریانی سرخ روشن است، لیکن خون وریدی سرخ تاریک می باشه، از وجه از اینکه خون شریانی داره اکسیژن می باشه، داره بیشتر سرخ می باشه، لیکن از اینکه خون وریدی داره کربن دی اکساید می باشه، البته او تاریک می باشه. در مجموع خون 7% وزن بدن ما را تشکیل می ده. یعنی به این معنی اگر یک شخص 100 کیلوگرم وزن داشته باشه، تقریبا 7 کیلوگرم از این خون می باشه. مقدار مجموعی خونی که در بدن ما شما از 5 لیتر می باشه در یک انسان کاهل، pH خون نسبتا قلوی می باشه، 7.4 می باشه. لزوجیت خون، خون نسبت به آب خالص تقریبا 3 الی 5 چند غلیظ می باشه. خون نسبت به آب 3 الی 5 چند غلیظ می باشه. و غلظت خون از وجه موجودیت RBC یا حجرات سرخ خون و همچنان پروتئین در داخل خون می باشد. خب وظایف خون ما قبلا هم یک اشاره کردیم، طوری میگیم که خون وظایف تنفسی را انجام میده، یا respiratory function، که عبارت است از انتقال گازات تنفسی اکسیژن و کاربن دی اکساید می باشد. یکی از وظایف مهم خون عبارت از carrier function، انتقالی می باشد که مواد ضروری و مواد اضافی را به اعضای اطراحی انتقال میده. مواد ضروری فرزن انزیمای مختلف، هارمونای مختلف انتقال میده، مواد غذایی را انتقال میده، مواد اضافی را انتقال میده به اعضای اطراحی، به گرده و به جگر تا که اطراح شود، و وظایف دفاعی را انجام میده توسط پروتین های پلازما و همچنان توسط WBC یا حجرات سفید خون. خب تحصر یا لخته شدن، کاگولیشن انجام میده، در صورتی که خونریزی صورت یک قسمت زاویه پاره میشه، اگر در صورت حجرات دمویه، صفحات دمویه و همچنان پروتین ها در اونجا مداخله میکنه تا که از خونریزی جلوگیری صورت بگیره. و بالاخره یکی از وظایف مهمش تنظیم یا رگولیشن است. خب وظایف تنظیمی خون عبارت است از توازن آب در بدن ما شما، توازن ایون ها یا الکترولایت ها، توازن pH یا pH خون، توازن درجه حرارت، توازن فشار خون، توازن فشار ازموتیک، اکثرا توسط خون انجام داده میشه. خب قبلا هم ما اشاره کردیم عموما ترکیب خون
تقريبا هجراتش إلى دكتور سبا 46% فرض کنیم و 46% 45%ش RBC می باشه و تقریبا 1% WBC و ترامبوسایت ها می باشه و پلازمایش تقریبا 55% می باشه. اگر ایره باز ما او را آر بی سی را 45% در نظر بگیریم، 1% WBC و ترامبوسایت ها بازی میشه 54%. البته خب ما قبلا هم یک اشاره کردیم که یک اصطلاح داریم به نام هماتوکریت. خب اصطلاح هماتوکریت عبارت است از یا پکت سل والیم یا فیصدی آر بی سی در تمام خون، پرسنتیج آف بلد والیم اکوپاید بای پکت ریت بلد سلز، فیصدی خونی که توسط آر بی سی اشغال شده. نارمال ولیو اندازه نرمالی از این در مردها تقریبا 40 تا 50% می باشه که وسطش در نظر بگیریم 45% می، لیکن در خانما از 37 تا 48% می که تقریبا اگر وسط شما در نظر بگیریم تقریبا 42% به این اندازه می. خب این البته فیصدی آر بی سی از تمام مجموع فیصدی خون می باشه. خب پلازما یک قسمتی از عمده خون می باشه. اگر پلازما را ما تجزیه کنیم که پلازما از چی ساخته شده، تقریبا 91 تا 92% آب است و تقریبا 8 تا 9% مواد جامد می باشند که مواد جامد یعنی شامل ارگانیک سبستنسز و نان ارگانیک سبستنس، یعنی شامل مواد عضوی و مواد غیر عضوی می باشند. خب پلازما که دارای مواد عضوی و غیر عضوی بود دارای پروتین می باشد، تقریبا پروتین ازی 6.2 الی 7.9% می باشد و همچنان در ترکیب پلازما سالت یا سودیم کلوراید می باشد که تقریبا 0.9% می باشد و پروتین هایی که در داخل پلازما موجود می باشد عبارت از پروتین های البومین است، گلوبولین است، فیبرینوجن است که البته وقتی که ما نام می بریم از پروتین و پروتین هایی که در پلازما است میگیم پلازما پروتین که شامل پروتین های مهم البومین، گلوبولین و فیبرینوجن می باشد. خب مجموع پروتینی که در داخل خون ما شما است تقریبا 7.3 گرم بر دیسی لیتر می باشد، در هر 100 میلی لیتر 7.3 گرم پروتین می باشد. اگر اوسط شد البته این یک عدد مشخص است، اگر انتروال در نظر می گیریم تقریبا 6.4 الی 8.3 گرم بر دیسی لیتر می باشد که از این پروتین ها البومین تقریبا 4.7 میلی گرم بر دیسی لیتر می باشد، گلوبولین 2.3 گرم بر دیسی لیتر می باشد و فیبرینوجنش کمترین است که تقریبا 0.3 گرم بر دیسی لیتر می باشد. البته این فیبرینوجن داره وزن مولکولی بزرگتر می باشد نسبت به دیگر پروتین های پلازما و این نمی تواند که از اویه تیر شود و مایع نسجی یا با مایع بین الخلالی داخل شود. البته اکثر از پروتین هایی که ما نام بردیم در کجا سنتزیا ساخته میشه؟ در کبد، به غیر از گاما گلوبولین. گاما گلوبولین یک نوع از پروتین است که توسط بی لیمفوسایت ها یا توسط پلازما سل ساخته میشه که عبارت از آنتی بادی میباشه. خب قسمت دیگه ای که مواد دیگه ای که در داخل از مواد جامدی که در داخل خون است کربوهیدرات است، اساسا گلوکوز میباشه. دیگه مواد جن شحمیات به شکل خونسا مانند کلسترول و فسفولیپید موجود میباشه. امینو اسید ها موجود می باشه، امینو اسید های اساسی و غیر اساسی که شما ای را در کیمیا و همچنین ممکن در بیولوژی خوانده باشین و کیمیا بسیار بامزه در بیولوژی خوانده این و مواد نیتروجنی و غیر پروتینی مانند امونیا، کریاتینین، کریاتینین، زنتین و هپوزنتین و یوریا و یوریک اسید از این مواد می باشه. دیگه در خون هارمون ها می باشه که روان ها مفرازات ادوات داخلی هم میگیم، انزیم ها در داخل خون می باشن، آنتی بادی ها می باشن که آنتی بادی ها را ما به نام ایمیونو گلوبولین یا گاما گلوبولین هم میگیم. البته این موادی بود از مواد عضوی که در داخل پلازما می باشن. مواد غیر عضوی که در داخل پلازما است فرضاً سدیم، کلسیم، پتاسیم، مگنیزیم، کلوراید، ایودید، آهن، فسفیت، مس، در مجموع تمام الکترولایت ها و همراه از این گازات در پلازما شامل اکسیژن و کربن دی اکساید می باشد. خب یکی از اجزای مهم خون که عبارت از پروتین های پلازما بود، پروتین های پلازما کدام وظایف مهمی را در خون انجام می دهند؟
یکی از وظایف مهمی که پروتین های پلازما انجام می دهد عبارت از تنظیم فشار آزموتیک یا ایجاد فشار آزموتیک است که تقریبا ای در داخل خون می باشد و تا منفی 32 میلی متر ستون سیماب می باشد که در این به طور عمده آلبومین رول دارد و دوم تنظیم اسید بیس یا اسید بیس بالانس توازن قلوی و اسیدی مایعات بدن ما شما را یا از خون ما شما را به دوش دارد. یعنی خاصیت بفری ما قبلا نگه اشاره کردیم که پی ایچ خون ما شما 7.4 می باشد که به طور عمده در این پروتین های پلازما رول بازی می کند. خب دیگه ای که خب پروتین های پلازما سبب لزوجیت خون می شه. ما قبلا گفتیم که خون نسبت به آب خالص تقریبا 3 الی 5 غلیظ می باشد و غلظتش یکی از وجه موجودیت پروتین ها بود و دوم از وجه آر بی سی و بالاخره این لزوجیت سبب از این میشه که یک اندازه فشار خون ایجاد شود یا فشار خون موجود باشه. البته پس ما میگیم که یک اندازه فشار خون هم رول داره و بالاخره در تحصر خون رول داره. یکی از وظایف خون ما تحصر گفته بودیم و تحصر به طور عمده توسط صفحات دمویه و توسط پروتین ها به میان میاد که عبارت از فیبرینوجن و پروتون بین می باشد و بالاخره مکانیزم دفاعی بدن در خون پروتین های پلازما در دفاع بدن هم سهم می گیره. گاما گلوبولین یا امیونوگلوبولین که قبلا نام ما نام بردیم یک نوع پروتین های دیگه است به نام کامپلمنت پروتینز یا کلشان در مجموع پروتین هستند و در دفاع سهم می گیره. دیگه یکی از وظایف مهم پروتین های پلازما عبارت از انتقال است که انتقال به طور عمده توسط آلبومین صورت میگیره، آلبومین و همچنان توسط گلوبولین صورت میگیره که گلوبولین ها شامل الفا گلوبولین و بیتا گلوبولین می باشن. چی چیزا را انتقال می ده؟ عموما هورمون ها را انتقال می ده، انزیم ها را انتقال می ده، گازات تنفسی را انتقال می ده. فرضاً هموگلوبین یک پروتین است که اکسیژن انتقال می ده. خب و این پروتین هایی که ما نام بردیم الفا گلوبولین بیتا گلوبولین به طور عمده هورمون ها را انتقال می ده. خب و دیگه که الفا بیتا گلوبولین در انتقال فلزات هم رول داره. بعضی از فلزات فرضاً سدیم، پتاسیم، مگنیزیم، کلسیم همراه پروتین های پلازما به شکل ترکیبی می باشند. خب وظیفه دیگه رول مهم پروتین های پلازما در ایثار رول داره. ایثار در کسبا به نام به معنای اریتروسایت سگمنتیشن ریت، البته ایده در کسبا یک اندازه به تشریح ضرورت داره که آر بی سی وقتی که در داخل خون باشه البته به شکل آزاد می باشه، یعنی یک بالای دیگه چسبیده نمی باشه، لیکن وقتی که آر بی سی در یک تیوب انداخته میشه بالاخره یکی بالای دیگه مثل سکه وارد جای با جای میشه. خب در هر دو حالت که در داخل خون در حالت تعلیق می باشه و یکی که در بیرون در تیوب به شکل سکه یکی بالای دیگه جای با جای میشه دیگه پروتین های پلازما رول داره که پروتین های مهمی که در این رول داره که پروتین گلوبولین و دوم پروتین فیبرینوجن می باشه و بالاخره ممکن پروتین های پلازما در شکل ذخیروی داشته باشه، در صورت شکل ذخیروی غذایی داشته باشه که در صورت فاقگی یا در صورت گرسنگی طویل مدت از این پروتین ها من حیث منبع غذایی هم استفاده شود. خب دکتر سبا اساسات بود که ما در مجموع سر پلازما صحبت کردیم. میایم اول یکی از حجرات مهم خون که عبارت از حجرات سرخ خون یا اریتروسایت ها یا آر بی سی را میخوانیم. خب وظایف مهمی را که آر بی سی انجام میده یکی انتقال هموگلوبین و هموگلوبین اکسیژن انتقال میده. خب یعنی به این معنا ما بعدا سر خواص مکمل آر بی سی میپردازیم. آر بی سی چی نوع یک حجره است؟ آر بی سی در داخل خود یک پروتینی را به نام هموگلوبین داره که این هموگلوبین بالاخره به طور عمده اکسیژن انتقال میده و دوم وظیفه دومی که انجام میده داره یک انزیم است به نام کاربونیک انهیدریز. این کاربونیک انهیدریز سبب تعامل این تعامل میشه که شما دیجا میبینین، یعنی سبب تعامل آب همراه کاربون دی اکساید تعامل میکنه و کاربونیک اسید تبدیل میشه و بالاخره کاربونیک اسید بسیار با آسانی به بایکاربونیت و
هيدروجين تجزئة ميشن كده النتيجة انتقال الكربون دايوكسيد بشكل أيوني بيكربونات صورت ميگيره و اسيومي كي RBC خاصية بفري و تنظيم pH داره ميباشه چرا بخاطر كي داره انزيم كربونيك انهيدريز است و ذريعه اينمي انزيم ايوني بيكربونات و ايوني هيدروجين توليد ميشه ايوني بيكربونات سبب القلي شدن خون ميشه و ايون هیدروژن سبب اسید شدن خون میشه. از این خاطر یکی از وظایف آر بی سی عبارت از خاصیت بفری و خاصیت بفری به این معنی که سبب تنظیم پی ایچ خون میشه. خب آر بی سی یک حجره مقعر و طرفین است، البته که ما میگیم مقعر و طرفین است قابلیت تغییر داره، یعنی به این معنی وقتی که ای از سراخ های تلی تیر میشه در وجه خود تغییر داده میتونه و تقریبا 7.8 میکرون قطر داره و ای بدون هسته می باشه و آر یک آر بی سی مچور یا پخته داره هسته نمی باشه بلکه بدون هسته می باشه و مکمل پر از یک پروتین به نام هموگلوبین می باشه. هموگلوبین و تعدادش در مردها تقریبا 5.2 میلیون مثبت منفی 300 هزار و در خانما تقریبا 4,70,000 و مثبت منفی 300,000 می باشد. البته در کسبا ای عدد و قدر زیاد در کلینیک استفاده نمیشه، لیکن بسیار زیاد که استفاده میشه آر بی سی را که ما اندازه میکنیم. البته ای سه اندازه گیری آر بی سی در کلینیک استفاده شده میتونه، یکی تعداد آر بی سی، دوم قبلا که ما گفتیم فیصدی مجموع آر بی سی در خون که عبارت از هماتوکریت بود و همچنان اندازه هموگلوبین. چرا؟ آر بی سی یک حجره است که پر از یک پروتین به نام هموگلوبین می باشه. پس در مردها اگر ما از لحاظ هموگلوبین اندازه کنیم، در مردها هموگلوبین تقریبا 16 گرم بر دیسی لیتر می باشه و در خانمها تقریبا 14 گرم بر دیسی لیتر می باشه. خب هر گرم هموگلوبین خالص تقریبا به اندازه 1.34 اکسیژن با هم انتقال می ده. خب قبلا این موضوع را ما اشاره کردیم. خب میایم به این که در کسبا محل تولید آر بی سی، آر بی سی در کجا تولید میشه؟ عموما در هفته های اول حیات داخل رحمی در یک ساک تولید میشه که تقریبا از هفته سوم آغاز میشه. بعد از او در سه ماه دوم حاملگی خونسازی از یک ساک شفت میشه، انتقال میشه به کبد، دهال و عقدات لنفاوی و بالاخره دماهای آخر حاملگی و بعد از تولد تا 5 سالگی تولید آر بی سی به دوش مغز تمام اعضام می باشه. مغز استخوان تمام استخوان‌های بدن ما شما در آخر ماهای حاملگی و همچنان در بعد از تولد تا 5 سالگی، لیکن از 5 سالگی تا 20 سالگی عموما مغز استخوان‌های طویله تولید آر بی سی را به دوش داره و بالاخره بعد از 20 سالگی تا آخر عمر عموما استخوان‌های غشایی یا استخوان‌های مرکزی فرزند ستون فقرات، استخوان عضلا یا ریبز و همچنان استخوان‌های حوصله، استخوان اسکاپولا، این همه استخوان‌های مرکزی یا غشایی است که بعد از 20 سالگی تا آخر عمر تولید آر بی سی را به دوش دارند. نه تنها تولید آر بی سی بلکه تولید تمام حجرات خونه. تشکر دارم.